سلام، به صفحه دو خوش آمدید. من فرناز غازی‌زاده هستم. این هفته بهنام محجوبی، درویش زندانی، بعد از چند روز که به دلیل مسمومیت دارویی در اغما بود درگذشت. پیش از این او بارها درباره شکنجه و آزارش در زندان و همینطور بیمارستان امین‌آباد صحبت کرده بود. پزشکان او معتقد بودند که به دلیل بیماریش نباید در زندان بماند، اما قوه قضاییه نپذیرفت. ضمن اینکه شکنجه‌های جسمی و روحی باعث می‌شود که بسیاری از زندانی‌ها به بیماری مبتلا یا حالشان بدتر شود، فعالان حقوق بشر می‌گویند جمهوری اسلامی از بیماری زندانیان به عنوان حربه‌ای برای شکنجه بیشتر استفاده می‌کند. سرگذشت بهنام محجوبی یک بار دیگر بحث شکنجه و مرگ زندانیان در زندان‌های ایران را به دلیل شیوه‌های نگهداری مطرح کرده. پاسخ قوه قضاییه در مورد اخیر این است که خود زندانی با مصرف خودسرانه دارو باعث مسمومیت دارویی‌اش شده. پاسخی که مشابهش را درباره مرگ سایر زندانی‌ها هم شنیده‌ایم. در برنامه امروز دو مهمان داریم. نرگس محمدی با ما، سخنگوی مدافعان حقوق بشر از تهران که تا همین اواخر خودشون زندانی بودن و اعتراضات زیادی رو در همین زمینه عدم دسترسی به امکانات پزشکی هم مطرح کردن. همینطور منیره برادران با ماست، نویسنده و فعال حقوق بشر از فرانکفورت. خانم برادران کتاب‌هایی رو در مورد شکنجه‌هایی که خودشون و همبندی‌هاشون در دهه 60 متحمل شدن نوشتن. خوشحال میگم به دو مهمان برنامه. پیش از اونها با فرین عاصمی همکارم صحبت می‌کنم که گزارش‌های متعددی رو در مورد پرونده آقای محجوبی تهیه کرده. فرین، یه خلاصه‌ای از داستان به ما بگو. این که اصلا از کجا شروع شد؟ آقای محجوبی چطور به این سرنوشت رسید؟ بله، سلام میکنم به شما و مهمانان برنامه‌تون. بهنام محجوبی 34 ساله بود از دراویش زندانی. حدود 2 سال پیش در سال 96 بعد از اعتراض‌هایی که دراویش به حوادث گلستان هفتم داشتن، در اعتراض به محدود شدن آقای نورعلی تابنده رهبر معنویشون، تعدادی از اونها بازداشت شدن. بهنام محجوبی 2 ماه بعد بازداشت شد. اعلام شد که در این اعتراض‌ها بوده، ولی نزدیکانش گفتن که در این اعتراض‌ها شرکت نداشته. بهنام محجوبی به زندان اوین منتقل شد. در حالی به زندان رفت که پزشکی قانونی اعلام کرده بود تحمل حبس رو نداره، به خاطر اینکه به پانیک عصبی مبتلا بود، باید تحت درمان می بود. ولی در عین حال با اینکه پزشکی قانونی اعلام کرده بود که نمیتونه در زندان باشه، به زندان فرستاده شد. در اونجا بارها همسرش اعلام کرد که حتی خرداد سال پیش بود که همسرش اعلام کرد که داروهاش رو بهش نمیدن و باید تحت درمان باشه. بعد از اون اعلام شد که داروهایی بهش میدن که حتی نقل قول از همسرش خانم صالح حسینی است که گفته بود روزی 14 تا قرص حتی بهش میدن و معلوم نبوده که این قرص ها چی هست و دکترش گفته بود که حتما باید قرص هایی که پزشک که معالجش که زیر نظر داشت وضعیتش رو، این داروها رو بهش میداده. به هر حال خیلی در مورد مسئله اینکه بهنام محجوبی تحت درمان باید قرار می گرفت صحبت شده، تحت درمانی که به جای اینکه اون رو حالا تحت نظر دکتر مغز و اعصاب باشه، اون رو به بیمارستان رازی یا همون امین‌آباد برده بودن. 2 دفعه بردنش به بیمارستان و در این مدت بارها اعلام نگرانی شد از وضعیتش. صداهایی از خودش هست، صدایی هست که با لکنت زبان صحبت میکرد و نمیتونست درست صحبت بکنه. اعلام کرده بود که به دلیل اینکه یک آمپولی بهش زدن که خودش نمیدونه چیه، زبانش سنگین شده و نمیتونه صحبت کنه. صداهایی ازش، فایل‌های صوتی ازش در دسترس هست که میگه در امین‌آباد، در بیمارستان امین‌آباد که بوده شکنجه شده، میگفته که بر روی اون ادرار میکردن یا حتی کارهایی میکردن که خودش میگفته که خجالت میکشه و نمیتونه در اون فایل صوتی از اون اسم ببره. این مسئله مسمومیت دارویی که اعلام شد به دلیل اون آقای بهنام محجوبی جون خودش از دست داده، توسط سازمان زندان‌ها اعلام شده، گفته شده که به دلیل مسمومیت دارویی از دنیا رفته، در حالی که هر کسی که در زندان بوده و تمام اطرافیانش و دراویشی که قبلا زندانی بودن اعلام کردن بارها که در زندان خود زندانی نمیتونه که دارو رو استفاده بکنه و حتما پزشک زندان یا دستیار پزشک داروها رو به زندانیان میده. حالا ما در مورد این با خانم محمدی که خودشون در این زمینه تجربه شخصی دارن حتما صحبت می‌کنیم، ولی من قبلش می‌خوام بدونم اتهام آقای محجوبی دقیقاً چی مطرح شده که اینقدر اصرار داشتن اون حتما باید در زندان بمونه.
اتهامش اجتماع و تبانی بوده و سازماندهی اعتراض ها بوده که به دلیل همون اعتراض های گلستان هفتم در سال 96 بوده این اتهام، در بله. حالی که خیلی از نزدیکانش گفتن اصلا حضور نداشته در اون اعتراض ها. متشکرم از تو همکارم فرین آسمی که این اتفاق رو از نزدیک دنبال کرده بود. من میخوام از خانم محمدی بپرسم این رو. خانم محمدی، شما خودتون در زندان بودید، این داستان که به او داروهایی در اختیارش قرار گرفته و او زیاده روی کرده، از نظر شما اصلا ممکن هست؟ چون بسیاری دیگر از کسانی که در زندان بودن میگن اساسا چنین چیزی امکان پذیر نیست، چون پزشک زندان بالا سر شما میسته وقتی که یه دارو رو به شما میده، میگه همینجا باید بخوری و تمام بشه دیگه، نمیتونی ببری با خودت یا داستانهای دیگه. ببینید، اینکه سازمان زندان ها یک همچین حرفی رو داره مطرح میکنه که زندانی داروی بیش از حد مصرف کرده، همین به تنهایی برای محکومیت سازمان زندان ها کافیه اگر این اتفاق افتاده. برای اینکه طبق آیین‌نامه سازمان زندان ها مشخصا تأکید شده که داروی زندانی در اختیار پزشک و بهداری هست و تحت نظر پزشک و در حضور مأمور یا کسی که پزشک رو همراهی میکنه، کمک میکنه، به زندانی داده میشه طی یک نوبت و دارو به طور کامل در اختیار زندانی قرار نمیگیره. اگر سازمان زندان ها داره ادعا میکنه که بهنام داروی بیش از حد مصرف کرده، پس در وهله اول باید مشخص کنید چه کسی دارو رو در اختیار زندانی قرار داده. و این نظر من کار رو برای سازمان زندان ها بیش از ادعای ما سخت‌تر میکنه. کلن یه مقدار شما اونجا بودید درون زندان، یه مقدار در مورد وضعیت درمانگاه زندان به ما بگید، چون داستانهایی که در مورد اونجا میشنویم بعضی هاش واقعا ترسناکه. بله، ببینید، اولا اینکه دارو رو مأمور میاره میده و وای میسته اونجا تا لیوان آب دستت باشه و قرص رو مصرف بکنی و تمام بشه، بنابراین قرص در اختیار زندانی نیست. این ادعای دروغیه. طبق قانون هم همین اتفاق باید بیفته و همین اتفاق هم میفته. من بارها در بهداری زندان اوین شاهد بودم که یه باکسی بود که این رو قسمت قسمت کرده بودن و روی هر کدوم از اونها اسم زندانی رو زده بودن و این رو مثلا میبردن برای بند 4 یا بند 7 یا بند 8، که من حتی چند بار سوال کردم چرا پودر میکنید؟ قرص ها رو پودر میکردن، یعنی میگفتن این قرص ها نباید در اختیار زندانی قرار بگیره، برای اینکه زندانی ممکنه که مثلا زیر زبون بذاره به یه زندانی دیگه بده، بنابراین ما این قرص ها رو پودر میکنیم، مخلوط میکنیم که قابل تفکیک برای زندانی نباشه و نتونه در اختیار کسی دیگه قرار بده. بنابراین این قرص ها اینجوری مصرف میشه. بله. و اما گذشته از همه اینها، ببینید، بهداری، من بهداری زندان اوین رو دیدم، سال 91 بهداری زندان زنجان رو دیدم و سال 98 هم بهداری زندان زنجان رو دیدم. بهداری زندان اوین در واقع علارغم اینکه توی آیین‌نامه سازمان زندان ها قید میشه که میبایستی که از تجهیزات کافی برخوردار باشه تا بتونه که احتیاجات درمانی و بهداشتی زندانیان در داخل زندان رو فراهم بکنه، متاسفانه این امکاناتش وجود نداره. من بارها شاهد بودم که مثلا زندانی رو از داخل حتی بند نسوان میآوردن به زندان، به بهداری، ولی حتی اکسیژن برای حالت ضروری بیماری در اختیار بیمار قرار نمی گیره. من یادم یه بار خانم فاطمه بوسنا در بدترین حالت ممکن، یعنی نفسش دیگه بالا نمی اومد، حتی برانکارد نمی آوردن، حتی ویلچر نمی آوردن، ما رو دست بردیم و منتقل شد بلافاصله بهداری. اولیه ترین و ضروری ترین اقدامی که باید صورت می پذیرفت اون که باید اکسیژن بهش می دادن، دستگاه کار نمی کرد، متوجه، اکسیژن خالی بود. من پیش از اینکه برم به خانم برادران میخوام یک سوال دیگه از شما بپرسم، اگه کوتاه بگید. من بیشتر بحثم در مورد پزشکانی هست که اونجا هستن، چون من واقعا در این داستان بهنام محجوبی در سطوح مختلف نگرانی ایجاد میشه برای جامعه در مورد اینکه پزشکانی که در زندان هستن و پزشکانی که در بیمارستان امین‌آباد هستند آیا مسئولیتشون رو به درستی انجام دادند یا نه، اونها هم در این پرونده در مشارکت در شکنجه او دست داشتند.
برای اینکه این پاسخ به این سوال شما رو بدم، اول میخوام بگم که وقتی زندانی عادی هست ما از یه بیتوجهی زندانی عادی رنج میبره، ولی متاسفم وقتی زندانی سیاسی یا امنیتی هست در واقع از یک رویکرد امنیتی رنج میبره و این خطرناکتره. یعنی میخوام بگم که همونطور که ما در واقع قوه قضاییه رو مستقل نمیدونیم، تحت اراده نهادهای امنیتی میدونیم، استقلال قوه قضاییه رو قبول نداریم، من این مسئله رو میخوام در رابطه با امر پزشکی و درمانی مطرح بکنم. ما نهاد بهداری و پزشک و درمان در زندانها رو مستقل نمیدونیم، بنابراین در ارزیابی اونها میتونیم ادعا بکنیم بنا به شواهدی که داریم و چالش هایی که توی زندانها داشتیم این بود که این نهادها متاسفانه نهادهای مستقلی نیستن، تحت اراده بازجوها و نهادهای امنیت هستند. رویکرد امنیتی در امر قضایی به همون شدت وجود داره که در امر پزشکی و درمان وجود داره. من جامعه پزشکان رو زیر سوال نمیبرم، بله پزشکان بسیار شریفی چه در زندان چه در بیرون میتونن وجود داشته باشن، اما به همون قطعیت هم میتونم بگم که پزشکانی هستن که تحت اراده مستقیم وزارت اطلاعات یک بیمار رو تحت فشار بیشتر قرار میدن، یک بیماری رو تکذیب میکنن یا یک بیماری رو به دروغ در پرونده یه نفر وارد میکنن. خانم برادران، شما در مورد شکنجه های دهه 60 به تفصیل نوشته اید. در سالهای میانه هم به هر حال کسان دیگری بودند در مورد این شکنجه ها صحبت کردن، الان در سالهای اخیر به خصوص بعد از فضای مجازی که به شدت میتونیم بشنویم از زندانیان این اتفاقاتی که براشون در زندان ها افتاده، متوجه میشیم که شکنجه در زندان های ایران یک مسئله دنباله دار هست که 40 سال ادامه داره در زندان های جمهوری اسلامی. به نظر شما آیا اساساً جمهوری اسلامی نگران تصویری که از خودش ارائه میده هست، یا بیشتر اصلا از این تصویر برای اهداف دیگه داره استفاده میکنه؟ یعنی خودش دلش میخواد که این تصویر شکنجه به بیرون داده بشه؟ بله، اول با عرض سلام خدمت شما خانم قاضی زاده و مهمون عزیزتون خانم محمدی. بله دقیقا، اولا اینکه این یک چیز سیستماتیکه، یعنی حادثه‌ای که امروز اتفاق افتاده، یعنی مثلا امروز در این دوره اخیر برای آقای بهنام محجوبی، در یک مثلا اون چیز سیستماتیک سرکوب می گنجه که من اگر حالا فرصتی باشه این مثلا سیستم رو توضیح میدم. ولی اول از سوالش ما شروع کنم که دقیقت برای این نظام های مثلا مستبد و دیکتاتور و برای جمهوری اسلامی از یک طرف مانع خبررسانی هست و دقیقا با سانسور تحریف واقعیت ها هستش، میخواد خبر درز نکنه و بخشن فشاری که به خانواده ها میاد، بلکه خانواده یک واسط بسا چیز در زندان میگذره هست با بیرون سکوت تحمیلی رو بر اونها چیز میکنه، اعمال میکنه. ولی از یه طرف دیگه هم یعنی دیوار بلند میسازه برای زندان، از یه بر دیگه هم دقیقا این میخواد که بیاد اون فضای مثلا اون جهنمی که وجود داره یک جوری حس بشه، یعنی این یک تناقض این سیستم ها هستش. و وقتی که یک چیزی شفاف هم اصلا منعکس نمیشه، بلکه با هزار تحریف و این ها چیز که اونا ارائه میدن و این دقیقا به صلاح ارعاب و وحشتش بیشتر میشه. حالا این که امروز ما به یمن رسانه های اجتماعی بزرگ، کانال های رادیویی، تلویزیونی، کانال خبری که همین الان مثلا برنامه که امروز الان داریم اینجا در شرکت کردیم، حالا اینه که اون دیوار بزرگ سانسور شکسته، مردم مطلع میشن، گفته میشه، خود زندانی میتونه اونجا پیام بده، خود بهنام محجوبی میگه که اونجا منو میخوام بکشن، میگه که منو دارو خوردن فلج به فلج عضوی مواجهشتم. ولی خب این چیز دقیق این یک خارج از اقتدار مثلا این سیستم عمل میکنه. متوجه من خواهیم برادر، به نظر شما خب برای خیلی از ما که دهه 60 رو زندگی کردیم، حالا من بچه بودم، ولی خیلی ها فکر میکنن که اون سالها
اطلاع رسانی دقیقی نمیشد از اینکه چه میگذره در زندان ها. خیلی تعداد اندکی از مردم انگار مطلع شدن. خیلی از ماها دهه های بعد مطلع شدیم که چه رفته بر شما با تلاش آدمای مثل خود شما که اینها رو نوشتید و مستند کردید. فکر میکنید آیا الان برای جامعه ایران اینکه میدونن این اتفاق افتاده مسئولیت ایجاد نمیکنه؟ شما به عنوان یک کسی که خودتون از این قضیه ضربه دیدید، توقعتون از جامعه امروز چیه؟ بله، دقیقا آگاهی مسئولیت هم به دنبالش داره، منتها خب من به هر حال در جایگاه خودم رو نمیبینم که دقیقا ببینم که از دور از ایران هم هستم، به هر حال بخوام که در دومی دعوت کنم ببینم ایستادگی یا پلان، ولی این مسئولیت رو باید دید و به هر حال اینم یعنی این دونستن اینم درسته که شاید بگیم که انتظارمون بیشتر از این بوده. مثلا ما اون روز جلو بیمارستان تصویرا رو ما دیدیم، خانم نرگس محمدی، خانم شیرپیشه، خانم اکلمی رفتن همبستگی کردن با مادر بهنام. این تصویرای خیلی به اصطلاح باشکوهیه. خب آدم دوست داشت، من آرزو میکردم که تعداد بیشتری تو این جمع بودن، خیلی بیشتر، ولی خب همینش هم یه باشگوه و میتونیم آرزو رو بکنیم که بیشتر باشد، ولی اینم در نظر بگیریم که وجود داره ها. یعنی حالا مثلا این حضور اونجا نیست، ولی همینه که در یک ابعاد وسیع در مورد قتل این جوان صحبت میشه، در مورد چیزی که براش گذشت، من میگم قتل چون خودش هم خود بهنام میگه که منو میخوان بکشن و اینقدر خبر رسانی میشه. ما چند ماه قبل مورد تابستون مورد افکاری رو داشتیم، نوید افکاری رو داشتیم که اون انعکاس اونقدر وسیع که پیدا میکنه، اینا چیزای کمی نیست. چیزی که من فکر میکنم انتظار دارم و چقدر آرزو دارم، خب میشه این هستش که تداوم پیدا کنه. جنایت ها جمعه میگه تداومی داره، شما اشاره کردید خانم قاضی‌زاده، ولی این به اصطلاح این حرکت ها تداوم داشته باشه. ما حرکت هایی هم که داریم از مادران خاوران، یعنی این به اصطلاح این نوع اعتراض و این منظورتون دادخواهیه که باید ادامه پیدا بکنه. فرید، من میخوام دیدم که هنوز هستی با من، فکر کردم که ممکنه که رفته باشی. ممکنه کمی در مورد مسئله دادخواهی به ما بگی؟ چون مسئله دادخواهی به خصوص با حضور خیلی جدی مادران کسانی که از دست رفتن کاملا روشن هست که ادامه داره، اما آیا اساسا اینها راهی در سیستم قضایی ایران پیدا میکنن برای اینکه بخوان در همون سیستم دادخواهی بکنن؟ امیدی دارن اصلا؟ خیلی خانم برادران اشاره کرد به همراهی مادرانی که فرزندانشون رو از دست داده بودن با مادر بهنام محجوبی. تصاویری که پخش میشد، یعنی تصاویری که منتشر شد، عکس ها و فیلم هایی که از این همبستگی مادران ما میدیدیم، بسیار تصاویر قوی بودن و یک روایتی بود از اون چیزی که حالا از سال 88، از قبل از اون رو حالا حضور نداشتن مادرانی که فرزندانشون رو از دست دادن، ولی مادران کسانی که از 88 به بعد در اعتراض ها فرزندانشون رو از دست داده بودن حضور داشتن و یک روایتی بود از این سالها اعتراض و دادخواهی این مادران. به اون صورت تا حالا ما ندیدیم که دادخواهی صورت بگیره، جوابی بهشون داده بشه. به هیچ کدوم از فریادهای دادخواهی این مادران تا حالا ما جواب درستی ندیدیم از طرف جمهوری اسلامی. الان هم می‌بینیم که حالا به هر حال یک تحرکاتی صورت گرفته. دو تا وکیل در ایران الان اعلام کردن که حاضرن که با وکالت از اولیای دم بهنام محجوبی میخوان که یک پرونده‌ای به عنوان قتل عمد در دادسرای جنایی تهران باز بکنن و شکایتی بکنن و بررسی بکنن که چه اتفاقی افتاده برای بهنام محجوبی و چرا جونش رو از دست داده. من فکر میکنم که این دادخواهی ها ممکنه که در کوتاه مدت به نتیجه ای نرسه، ولی به هر حال صدایی که شنیده میشه از این مادران، حالا در خارج از ایران هم شنیده میشه، حمایت هایی که حالا کشورهای دیگه، سازمان های حقوق بشری دیگه میکنن، میبینیم که الان مثلا سازمان عفو بین الملل خواستار تحقیق شده، سازمان ملل واکنش نشون داده، وزارت خارجه آمریکا حسابش در توییتر واکنش نشون داده، شاهزاده رضا پهلوی واکنش نشون داده. این واکنش ها
به هر حال در دراز مدت میتونه یک صدایی رو برسونه و شاید یک نتیجه ای بده، ولی من فکر نمی کنم که حالا به هر حال الان جمهوری اسلامی بیاد و پاسخی به این مسئله بده به دلیل کشته شدن بهنام محجوبی بده، همونطوری که خب به خیلی از آدمهایی که قبل از اون کشته شدن در زندان و در جاهای دیگه واکنشی نداشته. دقیقا. خانم محمدی، شما هم فعال حقوق بشر هستید، هم در این دادخواهی ها حضور داشتید، هم در زندان بودید وقتی که به زندانی شدن شما اعتراض شده در خارج از ایران توسط همین نهادهای حقوق بشری خارج از کشور. چقدر اینها رو مؤثر میبینید و اساسا فکر میکنید که چه کار میشه کرد در این زمینه؟ ببینید، در رابطه با دادخواهی صحبت که کردین، یک روکرد میتونه این باشه که ما به لحاظ حقوقی و قضایی بتونیم این پرونده ها رو پیش ببریم. من شخصا خودم ناامید هستم به دلیل اینکه قوه قضایی ایران استقلال نداره و این عدم استقلال در واقع باعث انحراف پرونده ها میشه، یعنی اینکه ما رو به نتیجه هایی میرسونه که بسیار مایوس کننده است، بسیار ناامید کننده است. بیانیه ای که مثلا سازمان زندان ها داد در این مسئله در واقعا ضد خودش بود و این نشون میده که اینها حتی نسبت به موضعی که خودشون میخوان بگیرن این تسلط رو ندارن چجوری از خودشون دفاع بکنن یا اینکه چجوری تقصیر رو به گردن زندانی بندازن که جونش رو از دست داده. بنابراین من به این سیستم قضایی اعتقادی ندارم که بتونه این دادخواهی ها رو پاسخ مناسب بده، اما در این حال اصرار دارم که این اتفاق باید بیفته. ببینید، در رابطه با سلول انفرادی امری غیرقانونیه، کاملا غیرقانونیه و شکنجه است. وایت تورچر، شکنجه سفید، در تمام دنیا شناخته شده است. الان برادران افکاری توی سلول انفرادی هستن. آقای نصرالله لشنی چون یک بیانیه 100 نفر امضا از داخل زندان برای بهنام محجوبی داده و توی اون ادعا کردن به عنوان همبندی ها که مقصر آقای دادستان هست و سیستم قضایی هست و سازمان زندان ها هست، آقای لشنی رو بردن توی سلول انفرادی. ولی من میخوام ببینم که در مقابل این چه واکنشی ما باید نشون بدیم. درسته که هیچ محمل قانونی نداره سلول انفرادی، ولی نهادهای امنیت این ابزار رو دستشون دارن. کاری که ما میتونیم بکنیم به عنوان فعالان حقوق بشر اینه که روی اون پروژه ها تمرکز بکنیم. ما الان مشخصا باید روی قتل عمد بهنام محجوبی بنا به شواهدی که وجود داره، چیزهایی که گفته میشه، اون چیزی که عدم تحمل حبس است از سوی کمیسیون پزشکی قانونی، این چیزی نیست که بتونه سازمان زندان ها ازش دفاع بکنه. بر اساس این، نگهداری بهنام محجوبی در زندان مصداق شکنجه بوده و کشته شدنش مصداق قتل عمده. خانم محمد، چون وقت کم داریم، من میخوام این رو هم از شما بپرسم. آیا فکر میکنید این اوریان شدن شکنجه در ایران بدون اینکه جمهوری اسلامی به هیچ عنوان حتی الان دیگه بخواد این رو بپوشونه، چون به نظر میاد که کاملا وقتی که این اتفاق ها میفته اصلا دیگه حتی تکذیب هم نمی کنن، فکر میکنید چرا؟ ببینید، در واقع علارغم اینکه بخشی از نظام که توی بعضی از این مسائل میبینیم که سعی میکنن که توجیه بکنن، ولی بخش دیگه نظام، به نظر من حتی نهادهای امنیتی، خیلی دنبال این هم نیستن. یعنی در واقع این رو به عنوان یک ارعاب و یک وحشت میخوان که در بین فعالان سیاسی و مدنی داشته باشن. اون چیزی که در کردستان در اتفاق میفته، اون چیزی که در بلوچستان اتفاق داره میفته، اون چیزی که برای بهنام محجوبی اتفاق افتاد یا برای نوید افکاری و برادراش یا برای سایر زندانی ها، مثلا آقای حامد قره‌اوغلانی رو من شنیدم وضعیت پزشکی بسیار نامساعدی داره، باید تحت درمان باشه ولی مشخصا نمی کنن. پیگیری که خانواده داشته، دادستان مشخصا اسم از وزارت اطلاعات آورده. بنابراین وزارت اطلاعات خیلی یا سپاه خیلی نگرانی از این نداره که ممکنه این اقداماتی که ما شکنجه بهش میگیم، قتل عمد داریم بهش میگیم، کشتار خیابانی آبان ماه سال 98 رو داریم میگیم، خیلی ابایی از این نداره برای اینکه بخواد رعب و وحشت رو به وجود بیاره. اما اینکه ما در مقابل این چه کار باید بکنیم، اینه که به نظر من الان جامعه وکلا، فعالان حقوق بشر و پزشکان مستقل میبایستی که روی پرونده بهنام محجوبی مسئولانه وارد بشن. ما یه نامه دادیم به نظام پزشکی و انتظار داریم که سازمان نظام پزشکی، پزشکانی که سوگند خوردن
که برای بیمار شرافتمندانه کار درمانی را انجام بدن در رابطه با پرونده بهنام محجوبی سکوت نکنن. خیلی اشاره جالبی کردید در مورد سکوت نکردن و اینکه مسئولیت پذیرفتن. یک دقیقه بیشتر وقت نداریم خانم برادران، آیا فکر میکنید در این سالها که شما وضعیت حقوق بشر رو در ایران دنبال کردید این مسئولیت پذیری بیشتر شده یا نه؟ اگه کوتاه بگید. بله، یعنی بیشتر شده. ببینید آخه شما خانواده ها رو هم به عنوان یک چیز جدا از اون حادثه‌ای که بر زندان اتفاق میفته نبینیم، خود حقی از خانواده هم داره اینجا ضایع میشه. یعنی نه فقط با این از دست دادن و زندانی کردن فرزند یا عزیز خانواده، بلکه حق خودش هم گرفته میشه. الان مثلا ما در مورد بهنام مدیر واجب هستیم که در خاک سپاریش مامورین امنیتی حضور دارن، مانع میشن از اومدن آشنایان فامیل و بعد سنگ‌ها شکسته خواهد شد. این دقت این برای این حذف و کمان که تو زندانم مانع ملاقات شده در آخرین لحظات. یعنی اولا این تصویر دقیقا این بسیار خانواده رو باید در این سیستم دقیقا وقتی که میسته در دفاع هم میکنه دقیقا از حق خودش، برای دادخواهی هم برای اون عزیزان هم برای دقیقا دفاع از حقوق خودشه. مسئولیت پذیری بله به نظر من به هر حال وجود داره، بیشتر شده، میتونیم بگیم که انتظارات بیشتری هست. و یه چیزی هم دیگه بگم که خب خیلی اشاره میشه، انتظار هست به درستی هم که اینکه نهادهای بین‌المللی، سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری هست و اینها، خب اونا چیکار میکنن؟ درسته باید این خل تراشا رو کرد، ببینید ما هم که خب در خارج هستیم و اینها، اینا جای خود. ولی یه چیزی هم هستش، اینه که تا زمانی که در حقیقت دیده نشن، یعنی خود ببینید در داخل جامعه ایران خود ما خودمون رو نشون ندیم، صدامون رو دقیق بلند نکنیم، بله. این خیلی چیز میشه. در درجه این هستش که من برای همون صحنه رو که ممنونم خانم برادران. با این نکته که فرمودید که همه ما مسئولیم به پایان این برنامه میرسیم. ممنونم که شرکت کردید خانم برادران، خانم محمدی و همکارم فرین عاصمی، متشکرم که در این بحث بودید و ممنونم از شما که برنامه رو دنبال کردید. برنامه بعدی روز پنجشنبه. شب روزتون خوش.